درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن. همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوش رو گذرانده باشن و هفته خوش دیگری در پیش داشته باشن. هرچند با وجود کرونا و مسائلی که پیش آورده خیلی مشکله. در صورت در هفته‌ای که گذشت طبق معمول اثر این ویروس کرونا که از اجتماعات مردم جلوگیری میکنه و اونجا که انسان ها مردمی هستن که باید حتی اجتماع بکنن، دور هم جمع بشن، از ذره کار کردن، از ذره اینکه خوش بگذره بهشون، تنهایی چیزی مطبوعی نیست برای انسان. در اصلاحات در هفته گذشته اعلام شد که در اولین سه ماه امسال 2020 4.8% تولید ناخالص ملی امریکا پایین اومده. معمولا ما می‌بینیم که در چند سال گذشته یکی از موفقیت‌هایی که دولت ترامپش متکی بود این بود که تولید ناخالص ملی هر کوارتر بالاتر می‌رفت و برفرض به 3% رسیده بود. ولی خب در حال حاضر بعض خیلی بدیه، 4.8% وقتی بیاد پایین تولید ناخالص ملی که اصولا پاسخیه به این که نشون میده چقدر کار انجام شده، حالا به هر ترتیبی، اگه ساختن باشه یا خدمات باشه هر چیز دیگه، تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر زندگی مردم میذاره. همینطور چیزی نزدیک 26 میلیون بیکار شدن، شغلشون از دست دادن و پیش بینی میشه به 30 میلیون هم خواهد رسید و خب رقم خیلی بزرگیه و این تأثیر قابل ملاحظه میذاره تو اقتصاد امریکا. البته ما میگیم در تمام دنیا این وضع وجود داره و این خراب شدن اقتصاد و کار نکردن مردم و پول در نیاوردن مردم زندگی خیلی را مختل کرده. در اصل اینجوری که گزارش میشه بر فرض همونجوری قبلا صحبت شد، امریکا خیلی متکی به مصرف کننده شه و 70% اقتصاد امریکا روی مصرف کننده شه میچرخه. مصرف کننده 5.3% کمتر داره مصرف میکنه و همینطور کسانی که در کسب و کارشون سرمایه گذاری میکنن 1.2% کمتر سرمایه گذاری کردن و همینطور ذخیره‌ای که وجود داره از این تولیداتی که شده 0.5% پایین تر رفته. اینا منفی شدن، همه چیزایی که مثبت شدن برعکس پولی که دولت خرج میکنه 0.1% پولی که در مسکن خرج میشه 0.7% بیشتر شده و تجارت هم 1.3% اضافه شده. خب به طور کلی میبینیم که بیشتر از جهت که مردم رفاه مردم مطرحه، تا اونجوری رفاه مردم مطرحه میدیم که کارا خوب نیست به هر ترتیبیه. درصد این وضعیه که در حال حاضر وجود داره. اتفاق مهمی که در هفته گذشته افتاد در امریکا، قانونی هست اصولا که در شرایط خیلی استثنایی پرزیدنت امریکا میتونه دستور بده و صنایع مشخصی بخواد ازشون که تولیدات معینی رو انجام بدن یا تولیداتشون متوقف نکنن. برفرض همین منتولیتورها که خیلی کمبود داشت امریکا، به رئیس جمهور دستور داد و جنرال موتورز و فورد برفرض به جای اینکه ماشین بسازن شروع کردن منتولیتورها رو ساختن. برنامه خیلی قابل ملاحظه‌ای هم ساختن و
به همه جا دارن میفرستن در امریکا و حتی در خارج از امریکا هم میفرستن. همینطور خب همه مقیاس ها در امریکا بزرگه، بر فرض این سلاتر هاوس ها یا قصابخونه هایی که وجود داره برای گاو و خوک و غیره، بیماری کروناشون کارکنانش گرفتن، دهی زیادیشون گرفتن، بعضشون بسته هم شدن. این باعث شده که خب این نگرانی پیش اومده کمبود گوشت باشه و بخاطر همین هم دوباره به جمهور امریکا که ترامپ باشه در حال حاضر دستور داده که بعد اینو باز باشن، در هر صورت باید باز گرش دارن و چون دستور داده و طبق اون قانونی که وجود داره در مرحله اضطراری اینا مجبور شدن باز بکنن، یا حالا بر ترتیبیه باید این قصابخونه ها رو باز گردونن. در غیر این صورت قبلا هم صحبت شد برفرض چون مصرف شیر پایین رفته بوده، شیر رو جایی رو هم نداشته میگرش دارن میختن بیرون، باز کرده بودن یه پخشش میکرن رو زمین و همینطورم اگه این قصابخونه ها باز نشه گفته میشد که خیلی از این حیوانات خوب چاگاه و مجبور بودن بکشنشون و خب دفنشون بودن. در صورت این شرایط استثنایی که پیش اومده و حالت اینجور که گفته میشه هیچ تمام بخشای صنعتی امریکا و تولیدات امریکا دارن ضرر میکنن در حال حاضر. برفرض بیمارستان ها درسته که بیشتر توجه میکنن به معالجه کرونا، ولی خیلی معالجه های دیگر رو تعطیل کردن، جراحی ها رو انجام نمیدادن، خب الان شروع کردن انجام دادنش. همه دور مثلا برفرض چون درسته که مردم زیاد مواد غذایی میخرن، ولی از روش که رستوران ها بسته است، کلی فروشی که وجود داشته از بین رفته و خیلی از این کارها مونده رو دست تولید کننده‌هاش و تنها خرید مردم نمیتونه اونو جوابش بده و به ویژه وقتی رستوران ها خرید نمی کنن خیلی تأثیر گذاشته چون کالاهایی که اونا میخریدن. در صورت این وضعیه که از نظر تأمین ضروریات معمولی زندگی انسان ها روی همه تأثیر گذاشته و در امریکا به شدت این وضع مشکل ایجاد شده. البته گزارش که هستش در مورد بازم بیماری کرونا که ما نمیتونیم از دستش دریم و هر مجبور تمام اخبار رو در اختیار گرفته، اینه که خیلی به سن مربوطه، کسانی که گرفتارش میشن مریض میشن و جونشون از دست میدن. گفته میشه بچه‌هایی که تا 4 سال دارن اصولا نمیگیرن، حتی 5 سال تا 7 سال هم رقم قابل ملاحظه نیست، ولی 5 سال تا 17 سال، ولی از اونجایی که میخواد شروع بشه از 18 سال به بالا شروع میشه که خیلی درصد پایینی، 18 سال تا 49 سال، 50 تا 60 سال بیشتر میشه تعدادشی میگیرن، 65 تا 74 خیلی بیشتر میشه و 75 تا 84 بیشتر افزایش بیشتری داره. هر تعداد میگن که در 1000 نفر چند نفر این بیماری رو میگیرن، برفرض از 85 بالا از هر 1000 نفر 200 نفر این بیماری رو میگیرن و خب خیلی هم مشکلی که جون سالم به در آورن. اصلا این جای خوشبختیه که در بچه ها زیاد روشون تأثیر نمیذاره، هرچند که تمام دبستان ها و کودکستان ها و دبستان ها تعطیل در حال حاضر با وجود این وضعی که هست. در هفته گذشته ما بیشتر درباره نفت صحبت کردیم و نفتی موضوع خیلی جدیه در حال حاضر، یه زمانی بود که توریدش هرچی قیمتاش مسئله بود که چون کم بود نفت قیمتاش بارا رفته بود و حالا میرفت
دو سال 50 دلار هم رسیده بود و پیش بینی کردم بعضی وقت 200 دلار هر بشکه خواهد رسید، ولی در حال حاضر خب تولیدش خیلی پایین اومده، انقدر زیاده تولید که مصرف پایین اومده، در چون بیماری کرونا باعث شده که اصولا مردم تو خونه هاشون بمونن خیلی و سر کار نرن، این باعث میشه که اتومبیلاشون سوارشون و از امریکا که من فکر میکنم چیزی بیشتر شاید 10 میلیون بشکه در روز مصرف داشته، من در رقمشو دقیقش بخاطر نمیارم، خیلی اصلا خیابونا خیلی خلوته و فیلیه ها خیلی خلوته و اصولا نفت اینقدر تولیدش زیاد شد بیشتر از مصرف شده در حال حاضر، هرچند تولیدش کمتر میکنم بازم اضافه است. و البته صحبت شد که خرید نفت مثل این که قراردادهایی رو میبندن برای برفرض ماه آینده که می برفرض قراردادها باید تحویل داده بشه یا در جولای تحویل داده بشه، ولی مسئله اینجاست که کسانی که این قرارداد بستن و قراردادشون تحویل بدن این نفت نمیتونن بگیرن، نه میتونن بعد بفروشنش معمولا، نه میتونن بفروشنش، نه جایی هست که بتونن انبارش کنن، بنابراین به طرف نمیخوان بگیرن، چون نمیخوان بگیرن این نفت و باید یه پولی دستی هم بدن به طرف، به خاطر همین منفی میشه قیمت نفت، در از 53 دلار رسیده هر بشکه نفت منفی بود، یعنی طرفی که بنزین نفت رو خریده بود باید 53 دلار هر بشکه میداد که قراردادش زیرش بزنه و نفت نگیره. البته گفته میشه که علت اساسی که وجود داره به این وضع دوچار شده که حتی جبران شده الان به این ترتیب نیستش به این وضع، اینه که جایی که انبار بکنن نفت و انبار هم پر شده و خیلی ظرفیت های کمی وجود داره، ولی البته بعضی هستن که قرارداد طویل مدت میبندن برای فروش نفتشون و اگه بالا بره یا پایین بره کاری ندارن، برفرض قراردادشون 50 دلار هر بشکه یا 30 دلار یا 40 دلار یا هر چیه، اون قرار بدون درز گرفتن که چرا قیمت نفت پایین بره یا بالا بره به همون قیمت میفروشن، البته اونم قراردادی گرونیه، باید یه چیزی به بانک ها پول بدن که اینا تضمین بکنه و ادی هستن دارن این کارو میکنن و همون دارن نفتو چون هم قیمت 50 60 دلار میفروشن، ولی خب ادشون کمه، کسانی معمولا اینجا پیش بینی نمیتونستن بکنن. در صورت در حال حاضر مشکل اساسی برای نفت اینه که جایی ندارن ذخیرش بکنن و تمام جاهایی که میتونستن ذخیره کنن تقریبا پر شده و یا اینکه رزرو شده، کسانی اینو از پیش خریدن جایی که بخوان ذخیره بکنن و این هم حتما شاید یک جایی میشه برای معامله کردن و با قیمت سود چیزی رو فروختن. در اصل این وضع مشکل بزرگیه که هستش در حال حاضر، تا اینکه البته الان گفته میشه که بفر جورجیا اکونومیشو باز کرده، بخش قابل ملاحظه مثل رستوران ها و سرمونی ها و جایی دیگه که کسبرزهای کوچیک هستن باز شدن، البته خیلی ازش ایراد میگیرن که این کاری کرده جورجیا، ایالت جورجیا، ولی خب ایالت های دیگه ای هم قرار امسال این ماه در این ماه باز بکنن، در می باز بشن در همین هفته، و اگه این ایالت بیشتر باز بشن اکانومیشون رو باز بکنن و مردم بتونن بیان بیرون از خونه هاشون، احتمالا مصرف نفتم بالا خواهد رفت، بنزین چون مثلا پالایشگاهی هم که بنزین تولید میکنن جایی ندارن بفروشنش و این چرخش شروع میکنه گردش کردن. باید ببینیم که تو این چند هفته آینده چقدر تأثیر میذاره این بعضی از استیت های امریکا بسیار خیلی کم بیماری کرونا و اینجور که براشون مسئله ای نیستش، بیماری هاشون کمه، کسایی که جونشون دست میان کمه و میتونن اصلا باز بکنن اقتصادشون، ولی خب برعکس شهرهای بزرگی مثل نیویورک و چند شهر دیگه اطراف خود نیویورک هم مثلا چون تراکم جمعیت زیاده
شروع کردن این بستن اقتصاد و تمام امریکا سرایت به شامل شد. برای خب الان دیده میشه که تمام همه جا مثل هم نیستن وضعیتشون. خیلی ایراتو میتونم باز بکنم و زیادم صدمه نبینن، ولی از اقتصادی خودشون رو حمایت بکنن و باید ببینیم که تو این ماه آینده که این ایراتو که اقتصادشون رو باز میکنن و مردم میتونن برن سر کار و کارشون انجام بدن چه پیش خواهد بود. از طرف دیگه این مسئله هستش که کسانی که خودشون برای خودشون کار میکنن، سلف امپلویدن و کسب‌وکارهای خودشون رو دارن، درآمدشون هم زیاد نیست، شاید زیر 100 هزار دلار معمولا، اینا وقتی می‌بندن کارشون رو خب هیچ درآمدی ندارن و روزگار سخت خواهند داشت. ولی خب بیشتر کسانی که در شرکت‌های بزرگ کار میکنن، پس خونه‌شون دارن کار میکنن، حقوقشون هم دارن میگیرن، مسئله‌ای هم ندارن. ولی این بخشی که برای خودش کار میکنه، سلف امپلوید یا رستوران‌های کوچیکی هستن که 2-3 نفر براشون کار میکنن، اینان که بیشتر تحت فشار قرار گرفتن و موازنه وجود نداره. در اینجا مشاهده میشه که خب اونا که وضعشون خوبه، ثروتمند هستن، برفرض کسی که واسه جنرال موتورز کار میکنه، حقوقش هم داره میگیره، هیچ مسئله‌ای هم نداره به سر کار یا نره، اتحادیه کارگری، اتحادیه حرفه‌ایش هم داره، ولی خب اشکالی هم نداره. خیلی شرکت‌های بزرگ دیگه هم هستن که کارکنانشون دارن دست و خونه کار میکنن، حقوقشون میگیرن. یه بخش معینی از مردم امریکا که بیشتر به خودشون متکی هستن، برای خودشون کار میکنن یا خیلی شرکتشون کوچیکه مثل رستوران و سرمونی ها و غیره، اینان که واقعا دارن صدمه میگیرن از نظر اقتصادی، فشارشون هستش و بیکاری هم میشه، کسی 30 میلیون هم بیکارن، دارن حقوق بیکاریشون میگیرن، یه پولی هم، یه چک اضافی هم دولت بهشون میده. اونها یه بخش معینی از مردم امریکا که شرایط ویژه خودشونه دارن، این بستن اقتصاد به اونا بیشتر از همه صدمه زده، درسته این وضعیه که از کارش هم نمیشه کرد. حتی امروز تازه اونجا که به بازار سهام مربوطه، اینجا فرمایید من نگاهی بکنم. بله، دیروز بازار سهام خیلی خوب بالا رفته بود ولی امروز منفیه و داو جونز 357 منفیه، S&P 500 هم 37 پوند منفیه و نزدک هم 59 پوند منفیه امروز. ولی خب دیروز خیلی خوب بود و همه چی خوب بالا میرفت، ولی خب امروز معکوس شده و علت اساسی هم که ذکر میشه براش اینه که تولید ناخالص ملی اینقدر پایین اومده اعلام شده. البته از طرف دیگه بانک مرکزی امریکا، فدرال ریزرو، همونجور صحبت شده قبل از باندار رو میخره، قرض و اوراق باندار میخره، به ویژه بدهکاری هایی که امریکا باند منتشر میکنه اونا رو بانک ها و شرکت ها میخرن. و در حال حاضر که احتیاج به پول نقد دارن، میفروشن به دولت فدرال ریزرو و فدرال ریزرو از اون طرف بهره بانکی رو برده به 0.25% به 1%. از این نظر این مشکل مالی زیادی نداره اقتصاد امریکا، از میتونه پول رو تزریق بکنه. ولی خب مسئله بیکاری و کاری انجام نشدن مسئله اصلی. البته همیشه در تولید نفت بالاخره یه خرجی داره، وقتی نفت نمیخواین تولید بشه و هرچی نفت تولیدش گرونتر باشه، خب کشورها یا منطقه‌ای که اون نفت تولید میکنه بیشتر در این شرایط دچار مشکل میشه. چون امروز مثل این هست که 17 دلار بود هر بشکه نفت اگه اشتباه نکنم. از این نظر
وفرض در چین کمونیست وقتی میخوان نفت تولید کنن هر بشکش 42 نزدیک 43 دلار خرجشه، ونزوئلا نزدیک بیشتر از 37 دلار خرجشه، امریکا بیشتر از 35 دلار، نزدیک 36 دلار خرجشه، روسیه نزدیک 35 دلاره، نیجریه 20 نزدیک 30 دلاره، نروژ بیشتر از 26 دلاره، امارات متحده عرب بیشتر از 22 دلاره، مکزیکو بیشتر از 20 دلاره، عربستان سعودی بیشتر از 17 دلاره، ایران بیشتر از 10 دلاره، خیلی یکی از اون پایین‌ترین قیمت‌ها رو داره، عراق زیر 10 دلاره و اینا اینقدر خرجشه که بتون هر بشکه نفت بیرون میارن. و خب در این معامله می‌بینیم که در این مورد ایران خیلی وضع خوبی داره، چون که مربوط به خرج نفت داره که زیر 10 دلار خرجشه در حال حاضر و از اون عراقش کمتر از اون خرجش میشه. ولی کشورهایی مثل برفرض نیجریه در حال حاضر با مشکل زیادی رو هستن. از طرف دیگه این وضعیت که برای جریان نفت پیش اومده باعث شده که این پولی که خرج میشه در صنعت نفت و خب خیلی هم شغل تولید میکنه پایین بیاد و کمتر خرج بکنم. برای این مثال بنجی پلیسی که هست برفرض اکسان موبیل که قرار بوده چیزی مثل 33 بیلیون دلار تو صنایع نفت پول خرج بکنه از یه 10 بیلیون دلار کمتر میخواد خرج کنه، مثل 23 بیلیون دلار میخواد پول خرج کنه. حتی ممکن از این هم پایین تر بیاد. تخمینی که الان میزنن رویال داتشل قرار بوده 25 بیلیون دلار خرج کنه پول، حالا میخواد 20 بیلیون دلار خرج کنه. شوران قرار بوده 20 بیلیون دلار خرج کنه، الان میخواد اندکی بیشتر از 15 بیلیون دلار خرج کنه. توتال اس ای که مال شرکت فرانسویه و خیلی سعی میکرد در ایران کار کنه با جمهوری اسلامی، قرار بوده نزدیک شاید 17 بیلیون دلار پول خرج کنه ولی الان میخواد زیر 15 بیلیون دلار خرج کنه. یکیش پترولیوم شرکت نفتی ایران یه سابق قرار بوده 15 بیلیون دلار خرج کنه ولی میخواد مثل که چیزی نزدیک 12 و 13 بیلیون دلار پول خرج کنه. میبینیم که مثلا این پول زیادی که این شرکت های بزرگ خرج میکنن برای نگه داشتن اون صنعتشون، این پول که در بالاخره دست مردم میره که باید یه دکار بکنه از مهندس گرفته تا کارگر ساده، این پول دستشون نخواهد اومد و این یکی از اون چیزهایی که عواملی که باعث میشه تولید خواستی ملی بیاد پایین. وقتی شرکت های بفرض نفتی اینجور پول خرج نکنن میشه تخمین زد که شرکت های دیگه هم به همین ترتیب شون که صرف جون کردن. و به چیزی که در حال حاضر اینجور که صحبتش هست اکثر شرکت ها خواهم پول نقدشون نگه دارن و تا از این بحران جون سالم بیار برن، چون وقتی پول نقدشون تموم بشه و خب میتونن این مقدارم قرض بکنن ولی حدی داره قرض کردن منجر میشه به ورشکست شدنشون و ورشکست میشه. بله بحثی هستش که همیشه در مورد دموکراسی در اینجا صحبت میکنیم. در السالوادور رئیس جمهوری که داره بحثی هست اصولا این جریان کرونا، بیماری کرونا باعث شده که دولت خیلی از آزادی های مردم رو بگیره. برفرض ایلان ماست صنعتگری که این اتومبیل های تسلا رو میسازه و یه شرکت هواپیمایی ایروسپیس هم داره، مال فضایی هم داره، دیروز گفته بود که این قوانینی که گذاشتن خیلی فاشیستیه، این محدودیت هایی که برای مردم گذاشتن. برفرض ایشون نمیخواست کارخونه تولید اتومبیلش ببنده و این مجبور شد از طرف دولت کالیفرنیا مجبورش کرد که ببنده و این از این اثر این بحثی که هستش الان اینه که به خاطر بیماری کرونا دولت داره آزادی های مردم رو میگیره و همین
مجبور کردنشون که بیزینس هاشون کسرزی هاشون ببندن و در بعضی از ایالت ها تظاهرات شده در امریکا میان جلوی ساختمون گاورنر یا اداره کننده ایالت تظاهرات میکنن که باید باز بکنید. یا این بهانه شده برای اینکه دولت بیشتر خودش تحمیل بکنه و آزادی های مردم رو محدود بکنه. آتی یه شخصیت های دموکرات هستش که یه جمله خیلی معروفی داره، میگه Never let crisis go to waste. منظور اینه که هیچ اگه بحرانی پیش میاد باید من از این بحران حروم بشه، به این معنی که از اون باید حد اکثر استفاده رو بکنید. مثلا در امریکا که خب همیشه باید طبق مقررات و قانونی باشه هر کاری میخوان بکنن، یک دلیل قوی میخوان تا یک محدودیت های رو ایجاد بکنن برای مردم یا قوانین معینی رو بگذرونن که چنین کاری رو انجام بده. خب بیماری کرونا بنابراین که ما از جون مردم میخوایم دفاع کنیم، دولت خیلی از یعنی تمام اقتصاد رو برف از تعطیل میکنه. البته بعضی ایالت ها نمیخوان این کار بکنن، مثل جورجیا که باز کرده، ولی خب بعضی ایالت ها مثل نیویورک و فرماندارش که خیلی صحبت هم میکنه در این موضوع بسته و انتظار داره برای هم این کار انجام بده. در مجموع اون آزادی که وجود داره واسه مردم به خاطر وجود این سرکله پیروشنان سرکله این بیماری کرونا خیلی آزادیشون از دست دادن. برف از در لس آنجلس کسی نمیتونه بره کنار دریا هرچند که هر میشه. در السالوادور طبق مقاله‌ای که من خوندم یک نویسنده خیلی خوبی هم داره، این رئیس جمهورش که با مجلس السالوادور در توی کشور خیلی فقیریه، خیلی هم مهاجر میفرسته به امریکا، این به بهانه این که بیماری کرونا در مجلس زیاد شده مجلس تعطیل کرده و البته مجلس هم اینو قبول نکرده که تعطیل بشه و میخواد سر کارش باشه، ولی به جمهور چون اختلاف داره باهاش مجلس میخواد تعطیلش بکنه و اقدام کرده، درگیری قابل ملاحظه پیش اومده. در این مورد مجلس برفرض همینجوری قانونی میخواسته پولی بود قرار بوده خرج بکنن که گنگ خیلی زیاده در السالوادور که جلوی اونم بگیرنش، حتی باید از مجلس میگذشت قانونش، ولی خب مجلس چون درگیر شده با رئیس جمهور به خاطر این بیماری کرونا نمیتونه این کار بکنه و تایید نکرده کار رئیس جمهور. در صورت این در کشورهایی که دموکراسی وجود داره و مردم نماینده‌ای دارن در مجلس انتخاب کردن این مسئله پیش اومده که دولت میخواد تحمیل کنه خودشو و آزادی های معینی از مردم بگیره، حتی مجلس میخواد تعطیل بکنه. البته تعطیل کردن مجلس خب در ایران ما این مسئله رو داشتیم همیشه و الان هم داریم که مجلس شورای ملی در ایران و فرض مجلس اول و دوم که تشکیل شد، اول که خب با همکاری دولت تا حدودی تشکیل شد و تا اینکه بسته شد به وسیله بازم محمد علی شاه و خب جنگی گرفت برای تأسیس مجلس دوم حتی، و خب در ایران هم این فکر وجود داره که خب در بعضی موارد میشه مجلس بست یا مجلس اصولا از داشتن قدرتی جلوشو گرفت. حتی ما میدونیم که مجلس شورای ملی و فرض بین سالهای 299 تا 1305 تقریبا وقتی که رضا شاه شاه شد تا حدودی قدرت داشت و یه همکاری هم وجود داشت بین همشون.
ولی خب طرفدار رژیم پهلوی برفرض هیچ مشکلی نداشتن که برفرض مجلس ایران قدرتی نداشته باشه در اون دورانی که رضا شاه سر کار بود و تو میدیم در نهایت هم رضا شاه خاطر سیاست های غلطی که گرفت در پیش و رفت طرف آلمان ها البته یه مسئله خیلی جدیه که ایران هم در اول جنگ اول جهانی هم در جنگ دوم جهانی طرف آلمان بود و خب آلمان یه نیروی در اون بود رژیم فاشیستی بودش و این بانک در جنگ اول جهانی تجربه تلخی داشت، حتی اون به طور غیر مستقیم به طرفش رفته بود، رسما بی‌طرف بود، در جنگ دوم جهانی هم رسما بی‌طرف بود ولی در واقع آلمانیا در ایران داشتن کار میکردن و فعالیت میکردن در قابل ملاحظه‌شون. در صورت این دو اشتباه رو ایران سیاست پیشاش کردن انجام دادن. منظور برگردیم به بستن مجلس، خب مجلس ایران هم تشکیل شد بین بعد از شهریور 20 که متفقین ایران اشغال کردن. این تنها مجلس بود که در ابتدا قانونیت داشت و نیروهای اشغالی هم به رسمیت شناختنش. خب شو هم بودش یک مؤسسه دیگه بود برای از نظر سیاسی در ایران، ولی خب مجلس کار خیلی کارش داشت انجام میداد، حالا به هر ترتیب چقدر داشت پالایش پیدا میکرد، چون هر چیزی یک دوران معین زمانی میخواد تا بتونه واقعا کار مثبتی انجام بده. برفض مجلس شورای ملی بین 20 تا قبل از مصدق سرکار بیاد زیر انواع اقسام فشار ها بود از طرف حزب الله، نخست وزیر ها اعدام میشدن، تیربارو ترور میشدن مثل حجرف و غیره رسما رو، ولی خب در صورت داشت کارش انجام میداد. ولی خب برای یه بخش از جمعیت ایران که همونجور که قبول داشتن که دربار میتونه مجلس ترتیب بکنه یا کار کردش مختل بکنه، برای بخشی از دیگه جامعه ایران هیچ مسئله ای نبود که مصدق مجلس رو تعطیل بکنه، سران هم منحلش بکنه به خاطر اینکه جریان ملی کردن نفت خودش رو به سبکی که درک میکنه پیش بره. با هم تجربه بود که ما داشتیم و هنوز هم هست این موضوع، یعنی بحث میشه در این باره که بعضی هم میگن گذشته گذشته است، ما چرا در بارش صحبت بکنیم، ولی مسئله اینجاست که هر ملتی ذهنیت ملی داره، این ذهنیت که وجود داره از نظر سیاسی اجتماعی حالا اقتصادی ماهیتی که داره سرنوشت اون ملت رو تعیین میکنه. و خب این ذهنیت ملی که ما داشتیم در ایران طبق این از انقلاب مشروطیت به بعد که خب تاریخ معاصر ایرانه همیشه اشکالای عمده داشت توش که باعث میشه یک تداوم سیاسی ما نداشته باشیم. مثلا خب در 1906 5 و 6 انقلاب مشروطیت شد در ایران، 1285 خورشیدی هیچ قدرتی که باید بگیره این مجلس در اون، البته در سال اول و دومش مجلس اول و دوم قدرت داشتن، ولی خب همیشه کارشکنی میشد توش و اون جنبش ملی که باید پشت سرش واسته و جلوی خرابکاری شد بگیره، بخشی که خواستن خرابکاری کنن درش نبود. و خب میبینیم که برفض از 1911 که مورگان شوستر از ایران رفت و مجلس دوم هم تعطیل شد، وسیله بختیاریا ایران اصولا هیچ جریان خاصی تعریب نمی کرد و هر وقت هم مشکل زیادی رو برون شد مجبور بود برای قانونیت دادن به کارهایی که می کنه مجلس شورای ملی تشکیل بده. ولی خب این مجلس شورای ملی هم که تشکیل می شد به خاطر اون فساد
بزرگی که در رهبری سیاسی ایران بود کاری پیش نمیتونم سبره تا وقتی برفت رضا شو سرگلش پیدا شد. خب آدم بالیاقتی بود و با همون امکانات اقتصادی که ایران داشت در اون زمان تونست خیلی اصلاحات عظیمی رو بکنه انجام بده. خب اشکال کار در اینجا بود که مجلس شورای ملی که نماینده مردم بود هیچ اهمیتی نداد از بخشی از دوران حکومتش از فرفرز 1378 به بعد. خب باعث میشه که اون تجانس ملی که باید توی ملت باشه تا بتونه دووم بیاره و کاراش انجام بده قدرتی داشته باشه که از خودش حتی دفاع بکنه دیدیم که نداشت و در شهریور 20 بیانشار شد. و پس از اونم ما دیدیم که بازم وقتی مجلس رو خواست نفس بگیره بخش تحصیل کرده و سکولار که دنبال مصدق بود بسش اهمیتی نداشت که مجلس تعطیل بشه در اونم ازش دفاع میکنن بخش آقای بازش مسئله نیست براش. این صحبت برای اینکه این ذهنیت سیاسی که ما داریم در این 100 سالی بیشتر 100 سال برای بیشتر از 400-500 سال الان از 285 در من قدره این مشکلات رو ما ایجاد میکنه. در اصل ما به عنوان ملت باید بگید که درک نسبی مشخصی برسیم تا بتونیم اینجور هر چند سال یک باری همه چیز کنفیکون نشه زیر و رو نشه. بفرس خب تمام اصلاحات که ایران شده بود از سر اجتماعی و اقتصادی و در این 70 سال بعد از انقلاب مشروعه بعض رو سر کار اومدن جمهوری اسلامی همه چیز به هم ریخت. اصلا تمام تعقل سیاسی که عوض شد در دولت و ما میریم که نسل نتوهای شومی هم داشته باعث شد این همه ایرانی خارج بشن از کشور و مردمی هم که در ایران موندن چرا از یه فشار عظیم باشن و اصولا هیچ حقی هم ندارن هیچ حقی ندارن حرفی بزنن. تنها کسایی که میتونن حرف بزنن آخونده هستن و پامنبری هاشون و بنابراین این رژیم سکولاری که در ایران بعض انقلاب مشروطیت با مشکلات زیادی در هر صورت شکل گرفته بود خود اون بخش سکولارش هم در صدمه زدن بهش نقش اساسی داشت حتی صرف نظر از این که بخش سلطنت طلبش خیلی علاقه داشت به دیکتاتوری شاه براته شاید استدلالشون این بود که بدون این دیکتاتوری کار مثبتی نمیشه انجام داد در کشور. خب عملا هم معمولا وقتی که تجربه که شده واقعا هم کار زیادی نمیشد انجام داد ولی هر کاری که انجام میشد میمون سر پاش یعنی چیزی نبود که بتونی کسی از بین ببرتش. وجود اون مجلس و به اصطلاح دموکراسی که چنین خاصیتی داره که در اصل تثبیت میشه اون شرایطی که وجود داشته. خب ما دیدیم که حتی بخش سکولاری که ما داشتیم در جریان ملی شدن نفت هیچ مسئله‌ای نبود براش تعطیل مجلس و مجلسی که داشت تازه جون می‌گرفت و قدرت حاکم می‌شد در کشور هم مجلس هم سنا و در نهایت هم خب ما مشاهده کردیم حتی همون بقایای اصلاحاتی که شده بود در ایران از نظر اقتصادی و اجتماعی که خیلی قابل ملاحظه بود در سکولار بودن جامعه ایران غیر مسیحی بودنش بخش سکولار اصولا با حزب الله همکاری کرد تا دفنش بکنه در اصل چون ما مشاهده کردیم که بخش سکولار در بعد از پیروزی
آخونده و پامنبری هاشون چجور نابود شدن. نبتی این ذهنیت هم نداشت که برفرض بفهمه از خودش دفاع بکنه و جهت بگیرتن به جهت منافع خودش باشه. اصولا برفرض خب آدمی مثل قطب زاده که وزیر خارجه شد در ایران، رئیس تلویزیون شد در دوران جمهوری اسلامی، اصولا این شخص نمیتونست بفهمه که وچه به اشتراکی با یک رژیم عصبی نداره و در نهایت هم دیدیم سرنوشتی تو چار شد و دست همون رژیم هم دیوانه شد. و این یکی از ایرادهایی که به سر جریان سیاسی ایران وجود داره اینه که نفرتشون و اون جنونی که این نفرت بهشون میده از رژیمی که هست و افرست باعث میشه که اصولا نتونه تصمیم درستی میگیرن و حاکم همون نفرتشونه تصمیم میگیره و افرست بانه مثل قدس داده و همسالون که سرانجام جمهوری اسلامی خیلی کمک کردن جمهوری اسلامی سرکار بیاد و جمهوری اسلامی هم در نهایت یا به زندان انداختشون یا کشتشون، اینا اصولا نفرتشون بود که تصمیم میگرفتن کدوم طرف برن نه از نظر سیاسی. اینی که ما احتیاج داریم به عنوان یک ملت یه نراتیو داستانواری جدیدی رو که زیر نفوذ کمونیستا و حزب الله یا مصدقی یا نباشه برای خودمون درست بکنیم و طبق اون داستانواره یا نراتیوی که ساختیم از نظر سیاسی بتونیم موضع بگیریم و همیشه برفرض چون به دموکراسی اعتقاد داریم اول دموکراسی در نظر بگیریم و بعدش جای دیگر رو عوامل دیگر رو برفرض با عنوان سلطنت طلب ضرورتا طرفدار دیکتاتوری شاه نباشیم یا با عنوان مصدقی ضرورتا طرفدار به هم ریختن کشور نباشیم و درگیری و جهان نباشیم. اصولا اگه ما مشاهده بکنیم در ایران اصولا یکی از اون ویژگی هایی که داره به ویژه از همون جنگ اول جهانی که ایران طرف دیکتاتوری برفرض آلمان بود و بعدش هم در جنگ دوم جهانی طرف دیکتاتوری های فاشیست آلمان بود و بعدش هم اصولا از نظر داخلی هم علاقه من بود جنگیدن با دنیای آزاد بود که برفرض مصدق بهترین رهبریشو داشت در اختیار. این ذهنیت ما داشتیم که همیشه با دنیای آزاد درگیر باشیم. خب نتیجهش هم اینه که فرقی نمی کنه که حالا میخواد کدوم یکی از این سیستم ها باشه، برای سکولار، غیر مذهبی یا مذهبی، در نتیجه که این ویژگی یکسانی در تمام اینا هستش. با اینکه ما خوب همه میگیم طرفدار خیلی دموکراسی هستیم و طرفدار آزادی هستیم و غیره، ولی از نظر موضعی که کشورمون میگیره همیشه ضد غربیه، ضد دنیای آزاده. تاریخ معاصر همیشه به این شکل بوده. خب اختلافاتی داشته با غرب، همه و هم دیگه اختلاف دارن، ولی دلیل نمیشه که برن طرف فاشیستا. در اصل این وضعیه که از این جهت بستن استفاده از که بیماری کرونا شده و رژیمایی دارن بفضل ارسابادو و مجلس رو مرحل میکنن در امریکا. خب اینداستریالیستی مثل ایلان ماسک که پوپ حرفش هم خیلی تحویل میگیرن خیلی ها، معتقدی که کارهایی که دولت امریکا در حال حاضر میکنه و مجبور کرده کسب ورزی رو بسته بشن و مردم تو خونه هاشون بمونن اقوام فاشیستیه. اینا خب همیشه در ارتباط با ایران هم ما مشاهده بکنیم چه اتفاقاتی افتاده معمولا. برفرض خب مصدق بدون ملی کردن نفت که نمیتونست
مصدق میشه اصولا. حالا این ملی کردن نفت چقدر به نفع ایران بود یا نبود خب بحث جداگونه ایه، ولی بدون این کار که نمیتونست بشه، باید این کار میکرد تا میشد مصدق. خب ما عواقبش رو مردم ایران دیدن، در هر صورتی که وقتی مجلس در دوران مصدق بسته بشه و سنا تعطیل بشه، خب رژیم محمد رضا شاه خب چنین کاری رو یاد گرفت و به ترتیب دیگه ای انجامش داد. یه مثلا بستنش نبود، برای مثلا اینجا بود که از کار بیندازتش، اصولا یک جریانی بکنه که نقشی نداشته باشه از سیاست ایران. بگذر این از این بحثی بود که در این مورد وجود داشت. البته این جریان بیماری کرونا که ایجاد شده، مردم مسافرت میکردن، مثلا توریست بودن، میرفتن گردش، و این یک صنعت خیلی بزرگیه که پول زیادی تولید میکنه و کشورهای مختلف بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدشون از توریستایی هست که میاد به کشورشون از کشورهای دیگه. و خب از اونجایی که تمام این مسافرت ها از بین رفته و خبری ازشون نیست، کشورهایی که زیاد به توریست متکی بودن، که لس آنجلس هم یکی از اون شهرهاست که توریست زیاد میاد توش، اینا درآمد قابل ملاحظه‌ای رو از دست دادن. در اینجا گزارش شده که برفرض چقدر تولید ناخالص ملی کشورها به توریست متکیه، که مردم مسافرهایی که میان و گردشگر کنندگانی که میان و پولی که خرج میکنن، برفرض در یونان 20% تولید ناخالص ملیش متکی به توریستاشه، پرتغال اندکی زیر 20%، اسپانیا 15%، اندکی زیر 15%، ایتالیا شاید نزدیک 17% و 18%، فرانسه زیر 10%، اندکی زیر 10%، آلمان بیشتر شاید نزدیک 8%، و امریکا هم چیزی شاید نزدیک 7% از تولید ناخالص ملیش متکی به گردش کنندگانی هستش که میان به کشورشون. و خب این بیماری کرونا اصولا از این جهت میتونیم ببینیم که چه صدمه قابل ملاحظه‌ای زده به اثر اقتصادی، و چون مردم گردش نمیرن چقدر مردم بیکار میشن، چقدر کار از بین میره، و بفرس شرکت و هواپیمایی امریکا همشون مشکل رو برن. در حال حاضر حفظ ورشکست نخواهند شد چون دولت بهشون خیلی کمک میکنه، ولی مسافری هم ندارن. بعضی هواپیما با یکی دوتا مسافر میان این برمار. خب این وضعیه که در حال حاضر بازم زیر سایه کرونا در دنیا ایجاد شده. البته ما میدونستیم که تغییرات قابل ملاحظه‌ای در عراق و لبنان برای دولت میشد که بیشتر زیر تاثیر جمهوری اسلامی بود، و به ویژه در لبنان خب در حال حاضر دولت تقریبا زیر دست حزب الله است، حزب الله لبنانه که خب اونم خرجش رو جمهوری اسلامی میده، و تظاهرات قابل ملاحظه‌ای در لبنان هم بودش، ولی به خاطر بیماری کرونا قطع شد. ولی اینجور که گزارش میشه در چند روز گذشته دوباره تظاهرات ها در لبنان شروع شده، و از اونجا که دولت هم زیر نفوذ حزب الله لبنان در حال حاضر، و مردم به شدت تظاهرات میکنن برایش و به خاطر تمام سیاست هایی که در پیش گرفته و به ویژه از نظر اقتصادی اینجور مردم وضعش خرابه، باید دیدش که در آینده چه پیش خواهد اومد. البته این ما بدیدیم که این نداشتن پول برای جمهوری اسلامی، نتونستن فروختن نفت
با این رفتن درآمدش البته ادعا میکنه که نمیتونه خرج مردم بکنه، ولی خب ما میدونیم که در اصل این خرج رو در لبنان و عراق نمیتونه انجام بده، در سوریه نمیتونه انجام بده، در یمن نمیتونه انجام بده، پول خرج کنه به این شدت. این گزارش میشه در یمن اختلاف پیدا شده بینشون، چون قبل از این تنها چیزی که نگهشون داشته بود سر پا اتحادشون حفظ کرده بودن این جریانای شیعه در عراق، پولی بود که جمهوری اسلامی بهشون میداد، چون پول قطع شده یه بخششون کاملا ازشون جدا شده. البته خیلی صحبت میشه که خب این به خاطر کرونا باید جمهوری اسلامی اتهام میکنه که امریکا باید بذاره جمهوری اسلامی نفت صادر بکنه و خب پولش رو بگیره بخواد خرج کنه برای مردم. خب ما میگیم که دروغ محض و چنین اتفاقی نخواهد افتاد. و از طرف دیگه اینجور که من دیدم تو روزنامه یه سری هواپیماهای ماهان هستن میان به ونزوئلا و یه چیزایی براشون میارن، حالا یا وسایل پاراشکار براشون میارن یا هر چیز دیگه، مشخص نیست. ولی وزیر امور خارجه امریکا گفته که باید این کشورهای دیگه اجازه پرواز به ماهان ندن روی آسمونشون و که بیاد از فضاشون استفاده بکنه، پرواز کنه و بیاد به طرف ونزوئلا. البته معلوم نیست چقدر این کار بتونه انجام بده، چون معمولا باید تحریم های اقتصادی رو وسط بکشه برای کشورها که این از فضاش استفاده میکنه. من در اصل نکته قابل توجه اینه که حتی هواپیماهای ایران هم دست در فضا میخوان رد بشن، از جایی فضایی کشور میخوان رد بشن، امریکا درش دخالت کرده و میخواد جمهوری اسلامی محروم کنه هواپیماش از این کار. باید ببینیم چقدر موفق خواهد شد. اجازه در این اواخر برنامه یک نگاهی بکنیم به بازار سهام و ببینیم در چه حاله. البته در حال حاضر بیشتر از 360 پوینت داو جونز منفیه، S&P 500 بیشتر از 38 پوینت منفیه و ناسداک هم بیشتر از 70 پوینت منفیه. بذاریم من اینو به اشتراک بذارم با شما. همونجور که مشاهده میکنید این وضعیه که بازار سهام در حال حاضر داره. نظر که 70 پوینت بیشتر 70 پوینت منفیه. بعد این لیست که مشاهده میکنید بیشتر شرکت های تکنولوژی هستن و فنگ هستن که نه فنگ نیستش، از این فنگ رو بگیریمش، بله این باید فنگ باشه. بله همونجا مشاهده میکنید اپل نزدیک 2 پوینت مثبته، امازون بیشتر 35 پوینت مثبته، گوگل هم و فیسبوک هم مثبته، بیشتر از 9 پوینت مثبته. و گوگل هم گوگل تنها فنکه که منفیه و مایکروسافت هم کمتر از یک دلار یک پوینت مثبته. به طور کلی بعض بعدی ندارم، به ویژه فیسبوک که دیروز افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت، امروز هم خب 9 پوینت بالا رفته. با اینکه بعض اقتصاد خوب نیست و انتظار داشتن که معمولا درآمدشون از روی تبلیغات که میگیرن فیسبوک در و فیسبوک نشون داده که درآمد خیلی خوبی داشته و
به هر خاطر هم اینجور بالا رفته پایین که از داره اقتصادی و از خوب نیست. دیروز خیلی بازار سامن از یه بیشتر از 500 پوند بالا رفته بود در جونز. یه مقداری گفته میشه که بازار سهام با وضعیت اقتصادی که وجود داره ارتباط نداره و دلیل نداره که اینقدر بالا بره. ولی خب دلیل اصلی که بالا میره اینه که چون اقتصاد داره باز میشه، مردم میتونن برن سر کار و بازار سهام به آینده نگاه میکنه، به خاطر همینه که تصور میکنه که در آینده بازار سهام به شدت بالا خواهد رفت، به خاطر اینه که مردم از میخوام پیش دستی بکنم و همچون مشاهده میکنید برفرض الان بالای 24,000 و با اینکه امروز منفی بوده 356 پوینت، بازم میبینیم که 24,277 داریم در این بالایی به خاطر بیاریم تا 18,000 هم پایین رفته بود که اون پایین ترین رقمی بود که بود. خب هر کسی تو اون موقع تونست بخره برنده شد. شرکت های نفتی در حال حاضر چون هفته گذشته یا تصور میکنم دو هفته پیش بود که خیلی پایین رفتن و سهام شرکت رو به شدت رفت پایین، همه بعض بعدی ندارم شدن. امروز خیلی هاشون منفی هستن ولی برفرض این شرکت اپاچی نمیخواییم سهام بخریم یا این شرکت اپاچی رو نگاه بکنید امروز 26 سنت پایین رفته، ولی اگه توجه بکنید در اینجا تو 3.80 دلار هم پایین رفته بوده، حد اکثرش هم در 12 ماه گذشته 33.77 بوده. بنابراین از 3.80 رسیده به در حال حاضر به 12.81 که با وجود امروز پایین هم رفته، ولی خب میبینیم که تقریبا 4 برابر شده. و معمولا وقتی این شرکت هایی که اینقدر ارزش دارن ارزش سهامشون پایین میره، اون وقتی که باید خریده بشن و خب هر کسی که خریده این سهامو در اون 3.80 و الان 12 دلار تقریبا پولی که گذاشته بود 4 برابر شده و خب این پولیه که ریخته اگه میتونین جمعش کنید. و معمولا این مقدار شبیه این آبگیرهایی هستش که میبینیم ماهی توش میره میچرخه راحت، بعد میخوایم برد کنیم فکر میکنیم میتونیم با دست بگیرینش ولی معمولا هیچ وقت نیاشه گرفتش. و این چنین بعضی هم در بازار سهام وجود داره، به سختیه که کسی موفق بشه این پولا رو جمع بکنه. ولی خب درصد یه عده موفق میشه و حالا همه سعی میکنن جز اون عده باشن که موفق میشن. این هم شرکت های تکنولوژیه که میبینی همه منفی هم نسبتاً. لند ریسرچ 265 14 دلار پایین رفته و نیویدیا بیشتر از 5 پوینت پایین رفته و این لند ریسرچ برای مثال 371 پوینت پایین بوده، ولی خیلی شرکت موفقیه. ولی من به خاطر میارم که تا سال 130 هم رفته بود پایین. دست این وضعی که بازار سهام در حال حاضر داره. من تصور میکنم وقتم تموم شد امروز. من امیدوارم که بینندگان و شنوندگان گرامی از این برنامه استفاده کرده باشن. من کامبیز واسطفت هستم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید و بدرود. جناب بهبانی امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. بدرود. دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن،
خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.